پارلمان اروپا، بیانیه گروه پارلمانی دوستان ایران آزاد متشکل از 300 نماینده از گروه‌های مختلف سیاسی درباره کنفرانس پارلمانی با حضور مریم رجوی، 4 دسامبر 2013. اتحادیه اروپا، آمریکا و ملل متحد و به ویژه شورای امنیت باید دولت عراق را وادار کنند 7 گروگان اشرف را آزاد کند، موانع تأمین الزام‌های ضروری امنیت لیبرتی را برطرف سازد. یک تحقیقات بی‌طرف در مورد کشتار و گروگانگیری در حمله اول سپتامبر به اشرف و 4 کشتار قبلی در اشرف و لیبرتی ضروری است. شرکت کنندگان در کنفرانس بر اجرای کامل قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد برنامه اتمی رژیم ایران و بر لزوم ارجاع پرونده‌های نقض حقوق بشر، صدور تروریسم و مداخلات این رژیم در کشورهای منطقه به شورای امنیت ملل متحد تأکید کردند. در یک کنفرانس بزرگ که روز چهارشنبه 4 دسامبر در پارلمان اروپا برگزار شد، نقض حقوق بشر در ایران، توافقنامه اتمی ژنو و قتل عام و گروگانگیری در اشرف با حضور شمار زیادی از نمایندگان پارلمان اروپا از گروه‌های سیاسی مختلف و با حضور خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، مورد بررسی قرار گرفت. در این کنفرانس که ریاست آن را استرون استیونسون بر عهده داشت، چند نماینده ارشد پارلمان اروپا از جمله آلخو ویدال کوادراس، نایب رئیس پارلمان اروپا، جیم هیگینز، عضو هیئت رئیسه پارلمان و خانم ریتا زوسموت، رئیس پیشین پارلمان آلمان سخنرانی کردند. شرکت کنندگان در این جلسه بر این نکات تاکید کردند. دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران به خاطر تحریم‌های بین‌المللی و هراس از سربرداشتن دوباره قیام‌های بزرگ مانند سال 2009 در توافقنامه ژنو ناگزیر از یک عقب نشینی شد. اما اگر جامعه بین‌المللی به جانب اجرای کامل قطعنامه‌های شورای امنیت از جمله توقف کامل غنی‌سازی و پذیرش پروتکل الحاقی پیش نرود، رژیم ایران بار دیگر با مخفی‌کاری به پیش برد فعالیت‌های تولید بمب خواهد پرداخت. قاطعیت با حکومت ملایان لازمه صلح و آرامش در منطقه و جهان است. مناقشه با رژیم ایران صرفاً به برنامه اتمی آن محدود نمی‌شود. این رژیم با ویژگی‌هایی مانند نقض فاحش حقوق بشر، نفی آزادی‌های بنیادین، اعدام‌ها در ایران، کشتار اپوزیسیون ایران در عراق، تلاش برای اعمال سلطه بر منطقه و صدور تروریسم و بنیادگرایی و همچنین پروژه دستیابی به تسلیحات اتمی شناخته می شود. 5.5 ماه پس از نمایش انتخابات غیر دموکراتیک ریاست جمهوری در ایران و روی کار آمدن حسن روحانی، هم نقض حقوق بشر و هم صدور تروریسم و بنیادگرایی شدیدتر شده است. رژیم ایران که به وضعیت انفجاری جامعه ایران واقف است، بیش از هر چیز از سازمان مجاهدین خلق به مثابه نیرویی که میتواند وضعیت انفجاری را در داخل ایران به جانب تغییر رژیم سمت و سو بدهد وحشت دارد. و همین خاطر در آستانه پذیرش توافقنامه اتمی ژنو با حمله به اشرف و با کشتار و آدمربایی تلاش کرد تا عواقب این عقب نشینی تحمیلی را مهار کند. اسناد و شواهد زیادی وجود دارد که گروگان‌ها در بغداد نگهداری می‌شوند و این مورد تایید سفیر اتحادیه اروپا و دیگر دیپلمات‌ها در بغداد و همچنین عفو بین‌الملل قرار گرفته است. کنفرانس به همه زنان و مردانی که در لیبرتی، واشنگتن، ژنو، لندن و برلین و دیگر شهرهای جهان بیش از 3 ماه است در اعتصاب غذا به سر می‌برند درود فرستاد. در شرایطی که حقوق آنها را پایمال می‌کنند، عزیزانشان را دست بسته اعدام می‌کنند
و به گروگان میبرند و قدرت‌های بزرگ در قبال تمامی اینها چشم پوشی می‌کنند، چه راهی جز مقاومت و قیمت پرداختن از جان خود دارند تا وجدان جامعه جهانی را به حرکت درآورند؟ دولت آمریکا می‌توانست و می‌تواند دولت عراق را وادار به آزادی گروگان‌ها و تأمین حفاظت لیبرتی کند. در این صورت اعتصاب غذا موضوعیتی نمی داشت. اما 3 ماه بعد از حمله اول سپتامبر، کمترین تدابیر امنیتی در لیبرتی با مخالفت دولت عراق مواجه می شود. این برای دولت‌های ما شرم‌آور است و باید روشن باشد که در صورت جان باختن هر یک از اعتصاب کنندگان، پرزیدنت اوباما، دبیر کل بانکیمون و نماینده عالی اتحادیه اروپا بارون سشتون گناه آن را به خوبی روی وجدانهایشان خواهند داشت. شرکت کنندگان در کنفرانس تأکید کردند که اتحادیه اروپا، آمریکا و ملل متحد به ویژه شورای امنیت ملل متحد باید دولت عراق را وادار کنند پاسخگوی مسئولیتهایش باشد. 7 تن از ساکنان به گروگان گرفته شده اشرف را آزاد کند، موانع بر سر راه تأمین الزامهای ضروری برای امنیت لیبرتی را برطرف و احکام مسخره و مجعول دستگیری را به دور اندازد. دولت عراق باید بفهمد که در صورت سرپیچی از این خواست جامعه جهانی با تصمیمات لازم الاجرای بین المللی مواجه خواهد شد. کنفرانس همچنین بر ضرورت یک تحقیقات بی‌طرف در مورد کشتار و گروگانگیری اول سپتامبر و 4 کشتار قبلی در اشرف و لیبرتی تأکید کرد. در زمینه توافقات اتمی ژنو، کنفرانس کشورهای 5+1 به ویژه آمریکا و کشورهای اروپایی و خانم اشتون را به تأکید بر اجرای کامل قطعنامه‌های شورای امنیت، توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم، توقف پروژه‌های تولید پلوتونیوم و پذیرش پروتکل الحاقی از سوی رژیم آخوندها و بازرسی‌های سرزده و آزادانه از مراکز مورد ظن اتمی فراخواند. کنفرانس پارلمانی همچنین خواستار آن شد که پرونده‌های نقض حقوق بشر در ایران، مداخلات رژیم ایران در منطقه و جنگ افروزی و صدور تروریسم این رژیم به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود و تحریم‌ها و مجازات‌های جدی علیه این رژیم اعمال شود. گروه دوستان ایران آزاد، پارلمان اروپا، بروکسل.